بسم الله الرحمن الرحیم. سلام بینندگان عزیز، من عمار حسینی با خبر شبانگاهی از استودیوی خبر شبکه جهانی امام حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا در خدمت شما بینندگان محترم هستم. با هم بپردازیم به سرخط خبرهای امشب. تأسیس چاه دیگری در افغانستان با کمک مؤسسه مصباح و مؤسسه IHC و دفتر آیت الله العظما شیرازی در مزار شریف. هزاران نفر در پاکستان برای آزادی عمران خان نخست وزیر سابق تظاهرات کردند. و سازمان ملل: افغانستان یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زنان است. وقت شما بخیر. در راستای اقدام‌های نیکوکارانه مؤسسات وابسته به دفتر آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی، اقدام جدید دیگری برای تأمین آب آشامیدنی مردم افغانستان صورت پذیرفت. بر اساس این گزارش، در ایام شهادت حضرت محسن ابن علی و هفته محسنیه و در آستانه شهادت امام حسن عسکری علیه السلام، چاه آب آشامیدنی دیگری با همکاری مؤسسه نیکوکاری فرهنگی مصباح حسین در شهر مزار شریف افغانستان حفر و افتتاح گردید. شایان ذکر است کمک‌های مالی نیکوکاران و تلاش دفتر آیت الله العظما شیرازی در مزار شریف همراه با همکاری مؤسسه فرهنگی نیکوکاری مصباح حسین علیه السلام در شهر مقدس کربلا و یاری مؤسسه IHC در لندن، جدیدترین پروژه نیکوکارانه و بشر دوستانه را در شهر مزار شریف افغانستان رقم زدند. لازم به ذکر است که پیش از این نیز 26 چاه آب آشامیدنی با همکاری دفتر معظم الله در مزار شریف و مؤسسه خیریه مصباح حسین علیه السلام و مؤسسه IHC حفر شده بود. این اقدام خیر باعث خوشحالی صدها خانواده نیازمند شده و مورد بهره برداری آنان قرار گرفت. حجت الاسلام شیخ محمد رحمانی، وکیل آیت الله العظما شیرازی در افغانستان، پیرامون این گزارش میهمان ما هستند. حاج آقای رحمانی، سلام و عرض ادب. علیکم السلام. من هم عرض ادب و احترام و نثار درود و سلام به شما و بینندگان محترم شبکه تلویزیون امام حسین علیه السلام دارم. ممنونم حاج آقای رحمانی. لطفاً حرمت نیکوکارانه مؤسسات وابسته به حاج آقای رحمانی، صدای منو دریافت میکنید؟ سید صادق شیرازی دامت الله، مخصوصاً مؤسسه خیری جهانی مصباح حسین علیه السلام و همچنین مؤسسه خیری IHC هر شود، با توجه به مشکلات متعدد در امورات زندگی مردم افغانستان، مخصوصاً در بخش آب آشامیدنی، دفتر حضرت آیت الله العظما الحاج سید صادق شیرازی دام ظله در مزار شریف با همکاری همجانبه مؤسسه خیری مصباح حسین علیه السلام و مؤسسه خیری IHC توانستند ده‌ها حلقچه‌های آب آشامیدنی در مناطق مختلف شهر مزار شریف حفر نماید تا مورد بهره برداری هزاران نفر و صدها خانواده نیازمند قرار گیرد و این امر خیر و نیکوکارانه باعث خوشحالی مردم و اهالی این شهر گردیدند. و حفر چاهای آب سهولت و تغییرات در زندگی مردم ایجاد نمودند. قابل یادآوری است در همین چند روز اخیر چندین حلقه چاه آب آشامیدنی افتتاح گردید که مورد استفاده صدها خانواده در چندین منطقه از شهر مزار شریف
که واقعا با کمبود شدید آب آشامیدنی مواجه بود قرار گرفت. باز هم لازم میدانم که یاد آور شوم چندین حلقه چاه آب آشامیدنی در دست حفر می باشند که به خواست خداوند منان به زودی تکمیل و مردم. بله ممنونم. با تشکر از حجت الاسلام شیخ محمد رحمانی وکیل آیت الله العظما شیرازی که پیرامون این خبر دعوت ما را پذیرفتند. بینندگان عزیز، برنامه را با چند خبر کوتاه ادامه می دهیم. درس خارج فقه آیت الله العظما سید صادق حسینی شیرازی پس از تعطیلی درس ایشان به مناسبت ایام حزن و عزای اهل بیت علیهم السلام از روز شنبه ده ربیع الاول 24 شهریور 1403 اثر گرفته می شود. علما و فضلای حوزه های علمیه می توانند از تاریخ مذکور از محفل علمی آن بزرگ مرجع دینی بهره مند گردند. شایان ذکر است علاقمندان علم و فقاهت در سرتاسر جهان نیز می توانند فایل صوتی درس خارج فقه معظم الله را از طریق کانال تلگرام رادیو مرجعیت دریافت نمایند. وزارت کشاورزی عراق کمپینی را برای کاشت درختان در جاده نجف اشرف شهر مقدس کربلا با بیش از 1,000,000 نهال راه اندازی کرد. گفتنی است این اقدام با هدف بهبود ساختار زیست محیطی این مسیر حیاتی که میلیون ها زائر از داخل و خارج از عراق از آن استفاده می کنند خبر داد. در همین راستا عباس المالکی وزیر کشاورزی عراق بر اهمیت جاده یا حسین و یا علی در مسیر شهر مقدس کربلا به نجف اشرف و بالعکس تاکید کرد و استفاده از درختان همیشه سبز را که شوری و دمای بالا را تحمل می کنند ضروری دانست. نتایج یک نظرسنجی جدید نشان می‌دهد که حدود 1/3 از نوجوانان یهودی در سرتاسر جهان در واکنش به افزایش یهودی ستیزی از پوشیدن نمادهای ظاهری این دین مانند گردنبندهای گیپور یا ستاره داوود دست کشیدند. این مطالعه که توسط یک مؤسسه و در همکاری با وزارت امور دیاسپورا و مبارزه با یهودی ستیزی اسرائیل انجام شده میگوید دانش آموزان یهودی به دلیل خصومت در محیط‌های مدرسه ترجیح می‌دهند نمادهایی را که نشان می‌دهد آنها یهودی هستند پنهان کنند. این روند از زمان حمله اسرائیل به نوار غزه که به کشته شدن بیش از 40,000 فلسطینی انجامیده شدت گرفته است. با وجود تلاش‌ها و درخواست‌های بین‌المللی برای پایان این جنگ، بنیامین نتانیاهو و دولت دستراستی او همچنان به حملات خود که روزانه ده‌ها نفر را به قتل می‌رسانند ادامه می‌دهند. پژوهشگران تاب‌آوری روانی را با مشاهده و سنجش میزان پشتکار، آرامش حاصل از احساس هدفمندی، اتکا به خود و رویارویی فردی با موارد خاص ارزیابی می‌کنند. پژوهش محققان دانشگاه سونیاتسن که در نشریه سلامت روان BMG متان هلت منتشر شده است نشان می‌دهد افرادی که تاب‌آوری و مقاومت روانی بالایی دارند احتمالاً عمر طولانی‌تری هم دارند. به گزارش ایندیپندنت، محققان میان تاب‌آوری روانی شرکت کنندگان و مرگشان با هر دلیلی ارتباط پیدا کردند و متوجه شدند تعداد مرگ در میان کسانی که تاب‌آوری روانی بالاتری داشتند کمتر بود. این مطالعه همچنین نشان می‌دهد که در میان زنان به دلیل قابلیت تاب‌آوری روانی آنان تعداد مرگ کمتر از مردان بود. مطالعه جدیدی که در نشریه فرانتیزن نوتریشن منتشر شد نشان می‌دهد که نوشیدن قهوه بر تغییرات بافت عضلانی ناشی از افزایش سن تأثیر مثبت دارد.
این مطالعه جدید به طور خاص نشان می‌دهد که نوشیدن قهوه احتمالاً از بیماری اسکلتی عضلانی سارکوپنی که با افزایش سن توانمندی جسمی، توده عضلانی و عملکرد ماهیچه را به خطر می‌اندازد، جلوگیری می‌کند. لوک کیم، پزشک متخصص سالمندان در کلیولند، طی اظهاراتی گفت این مطالعه مشاهده‌ای به ارتباط مثبت مصرف قهوه و شاخص توده عضلانی پی برد. شاید ذکر است کارشناسان تأکید می‌کنند که این مطالعه برای همه افراد صدق نمی‌کند و میان مصرف قهوه و توده عضلانی بیشتر در افرادی که شاخص توده بدنی BMI بالاتری دارند ارتباطی پیدا نشد. حزب تحریک انصاف پاکستان PTI به رهبری عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان تظاهراتی را در اسلام آباد برگزار کرد که اولین نمایش قدرت این حزب از زمان انتخابات مورد مناقشه در ماه فوریه است. همکارم طی گزارش خود این موضوع را مورد بررسی قرار داده که توجه شما را به دیدن آن جلب می کنم. هزاران نفر در اسلام آباد پایتخت پاکستان به خیابان‌ها ریختند و خواستار آزادی عمران خان نخست وزیر سابق پاکستان که بیش از یک سال است به اتهام‌هایی با انگیزه سیاسی در پشت میله‌های زندان به سر می‌برد شدند. حزب تحریک انصاف پاکستان PTI که عمران خان رهبری آن را بر عهده دارد این تظاهرات را روز یک شنبه در اسلام آباد سازماندهی کرد که اولین نمایش قدرت این حزب از زمان انتخابات ملی و منطقه‌ای مورد مناقشه در ماه فوریه بود. تصاویر و ویدیوهای منتشر شده در پلتفرم رسانه اجتماعی ایکس حامیان عمران خان را نشان می‌دهد که از مناطق مختلف کشور به سمت پایتخت تظاهرات می‌کنند. محمد ازهر، دستیار نزدیک عمران خان، در سخنرانی آغاز این تظاهرات گفت: ما تا زمانی که عمران خان از زندان آزاد نشود آرام نخواهیم گرفت. سلمان اکرم راجان، وکیل برجسته و یکی از رهبران حزب تحریک انصاف از لاهور هم در این تظاهرات گفت که عمران خان تنها فردی است که میتواند این کشور را از چنگال سیاستمداران فاسد و نالایق نجات دهد. دولت اسلام آباد با کانتینرهای حمل و نقل و پلیس ضد شورش برای جلوگیری از ناآرامی‌های احتمالی نقاط کلیدی ورودی شهر را مسدود کرده بود. ویدیوهای رسانه‌های اجتماعی نشان می‌دهد که ده‌ها عضو فعال PTI با موفقیت کانتینرها را کنار زده تا راه تظاهرکنندگان را در یکی از نقاط ورودی باز کنند. در این تجمع اعتراضی تظاهرکنندگان خشمگین به سمت پلیس ضد شورش سنگ پرتاب کردند و پلیس نیز برای متفرق کردن معترضان گلوله‌های گاز اشکاور را پرتاب کرد. این اولین بار از زمان دستگیری عمران خان طی یک سال گذشته بود که یک دادگاه پاکستانی به حزب تحریک انصاف اجازه برگزاری تجمع در حومه اسلام آباد را داد. عمران خان ستاره سابق کریکت با رأی عدم اعتماد در آوریل سال 2022 از سمت خود برکنار شد. او از آگوست 2023 در زندان به سر می برد و به اتهام تحریک خشونت در 9 مه همان سال، روزی که حامیانش با جنجال فراوان به تأسیسات نظامی حمله کردند، تحت تعقیب قضایی است. دستگیری بی سابقه او و دادگاه نظامی متعاقب آن برای یک مقام امنیتی متهم به جاسوسی که عموماً معتقدند در زمان نخست وزیری عمران خان از نزدیکان او بوده، پرونده وی را نیز پیچیده تر کرده. عمران خان این اتهامات را رد می کند و علاوه بر آن تمامی محکومیت های وی در ماه های اخیر یا به حالت تعلیق در آمده یا لغو شده است. کمیسیون حقوق بشر پاکستان تلاش برای ممنوعیت حزب تحریک انصاف را ضربه بزرگی به هنجارهای دموکراتیک خوانده و گفته که بوی استیصال سیاسی استشمام می شود. گروهی از کارشناسان حقوق ملل متحد هم همچنین در ماه ژوئیه دریافتند که بازداشت عمران خان هیچ مبنای قانونی ندارد و به نظر می رسد که هدف از این اقدام ها سلب صلاحیت او از نامزدی برای مناصب سیاسی بوده است.
گفتنی است که عمران خان بنیانگذار حزب تحریک انصاف پاکستان PTI طی سخنانی از داخل زندان قول داده که در برابر عوامل استبداد مقاومت کند حتی اگر به مرگ او در زندان منجر شود. عمران خان در گفتگوی صریح با خبرنگاران در زندان آدیالا از تصمیم گیرندگان کشور انتقاد کرد و مدعی شد که آنها عقل ندارند و کشور را به آشوب می کشانند. او تصریح کرد که به من گفته می شود که توضیح دهم چگونه جرأت کردم در مقابل قدرتمندان بایستم. اجازه دهید روشن کنم، من ترجیح می دهم در زندان بمیرم تا اینکه در برابر یزید زمان تعظیم کنم. از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد پیرامون این گزارش دعوت به عمل آوردیم. آقای افضل رضا سلام و عرض ادب. بنده سلام عرض میکنم خدمت شما استاد گرامی و بینندگان محترم شبکه امام حسین علی السلام. آقای افضل رضا، گزارش رو دیدیم و شنیدیم، تحلیل شما از آینده پاکستان و فضای سیاسی آن چیست؟ بفرمایید. بسم الله الرحمن الرحیم. بله، حزب آقای عمران خان بالاخره بعد از ماها پس از برگزاری انتخابات اخیر پارلمانی در پاکستان که 19 بهمن سال گذشته یا 8 فوریه امسال برگزار شد، پس از چندین سری لغو مجوز برگزاری اجتماعات مردمی و طرفدارانش، بالاخره روز گذشته با جنجال‌های بسیار توانست این اجتماع رو برگزار کنه. علاوه بر اینکه مسیرها رو مسدود کرده بودن، بالاخره دولت پاکستان تدابیر امنیتی شدیدی رو وضع کرده بود، ولی به نظر میرسه هزاران نفر از طرفداران آقای عمران خان نخست وزیر برکنار شده این کشور دور هم جمع شدن و عذرخواهی میکنم و ضمن مطالبه برای آزادی رهبر خود، دولت فعلی یعنی جناح حاکم رو به چالش میکشونه. خب بحثای بسیار جنجالی از سوی سخنرانان یا مسئولان حزب عمران خان، از جمله اولتیماتوم دادن به دولت که اگر تا 15 روز دیگه آقای عمران خان از زندان آزاد نشه، حزب عمران خان به همراه هزاران نفر از طرفدارانش به اصطلاح میرن به سمت زندان یورش میبرن و رهبرشون از زندان نجات میدن. جدای از این که همکار گرامی، چنین بیانیه های سیاسی تلقی میشه و برای راز نگه داشتن طرفداران میباشه در این برهه، اما همچنان تب بحران سیاسی و رویارویی جنجال آفرین میان جناح حاکم و اپوزیسیون همچنان داغ زاویه پیدا کردن آقای عمران خان و حزبش با تشکیلات قدرتمند نظامی این کشور همچنان یک عاملی برای بی‌ثباتی سیاسی در این کشور قلمداد میشه. کما اینکه اخیراً سخنگوی ارتش پاکستان با اشاره به ماجرای دستگیری رئیس سابق دستگاه اطلاعاتی این کشور که گفته میشه با عمران خان در برخی از این پروژه‌های سیاسی همکاری داشته، به بنا به گفته و اظهارات سخنگوی ارتش پاکستان، ناظران سیاسی در پاکستان معتقدند که محاکمه نظامی آقای عمران خان هم در آینده نزدیک اتفاقی است که گریبانگیر حزب عمران خان و خود آقای عمران خان خواهد بود و به نظر نمیرسه که تشکیلات قدرتمند ارتش این کشور خیال کوتاه آمدن و یا سازش با حزب عمران خان و یا خود آقای عمران خان رو داشته باشه. بله، ممنونم. با تشکر از افضل رضا کارشناس امور هند، پاکستان و افغانستان از اسلام آباد که پیرامون این گزارش دعوت ما را پذیرفتند. و خبر پایانی امشب، برنامه جهانی غذا اعلام کرده که بحران‌های پیاپی در افغانستان بیشترین فشار را بر زنان و دختران وارد کرده است. این نهاد وابسته به سازمان ملل گفته که افغانستان یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زنان است. این سازمان گفته که زنان در افغانستان کمترین مقدار غذا را دریافت می‌کنند. دسترسی زنان به غذا با کاهش کمک‌های امدادی بدتر هم شده است. سازمان ملل هشدار داده است که بسیاری از زنان در افغانستان مجبور شده اند فرزندان خود را برای گدایی بفرستند و آنچه که کودکانشان به خانه می آورند تنها غذای آنهاست. همچنین این سازمان به بحران اقلیمی در افغانستان اشاره کرده و گفته که
در ماهای اخیر هزاران نفر بر اثر سیل و ریزش برف در مناطق مختلف جان باختند. بر اساس داده های انستیتو جورج تاون و مؤسسه تحقیقات صلح اسلو که در اواخر سال 2023 منتشر شد، افغانستان در میان 177 کشور جهان به لحاظ پیشرفت زنان در رتبه آخر قرار دارد. نگاهی دوباره به سرخط خبرها. تأسیس چاه دیگری در افغانستان با کمک مؤسسه مصباح و مؤسسه IHC و دفتر آیت الله العظمی شیرازی در مزار شریف. هزاران نفر در پاکستان برای آزادی عمران خان نخست وزیر سابق تظاهرات کردند. و سازمان ملل: افغانستان یکی از دشوارترین کشورهای جهان برای زنان است. بینندگان عزیز و گرامی، از اینکه تا پایان این بخش خبری با ما همراه بودید سپاسگزاریم. شب خوش، خدایا رو نگهدارتون.